از ابتدا در مهارت یافتن در هر یک از این امور فنی کتاب لاجرم وارد بشم و قسمت زیادی از کتاب‌های رو که منتشر کردم تقریبا زیاد همش امور آماده سازیشون رو خودم امور آماده سازی فنیشون رو خودم انجام بدم و مهارتی مثل مهندسی کامپیوتری ویرایش عددی و غیره رو در واقع نه تنها برای کتاب خودم بلکه به عنوان یه فعالیت جمعی برای دید 90 عنوان کتاب برای دوستان و همکاران مختلف انجام و جمعی اینها باعث شد که به این فکر تأسیس انتشارات بزنم و بیفتم و در واقع بخوام که باقی این کتاب ها رو که خودم نوشتم که بعضیشون در واقع 10 جلد هست و بعضیشون 10 سال از زمان نگارششون گذشته و چون نمیخواستم به بعضی چاپ بشه که مورد تایید خودم نیست گذاشتم در قول پستو اینها رو به فرمت و شکلی که مورد تایید خودم هست منتشر کنم. انتشارات خونیاگر در سال 1393 در مهمان 93 جواز فعالیت گرفت و تا کنون 17 عنوان کتاب از این انتشارات منتشر شده که با بازنشرهاش در واقع 24 عنوان میشه و با وزن فعلی که در مورد کتاب واقعا خیلی غم انگیز هست حدود 14,000 نسخه کتاب تا الان از این انتشارات منتشر شده، از شمارگان 200 نسخه تا 2000 نسخه از هر عنوان کتاب. وقتی من وارد این عرصه شدم خب میتونستم مثل خیلی از ناشرین کتابهایی که در بازار موجوده و به اصطلاح کپی رایتی نداره مثل کتابهای مقدماتی آموزش ساز که تو بازاره و به نوعی نقد محسوب بشه برای این ناشرین اینها رو بازنشر کنم، ولی خب از این کار صرف نظر کردم و سعی کردم که کتابهایی که تا به حال منتشر نشده و واقعا درد این دوا بکنم و کتاب سازی نیست منتشر بیش وقت سعی کردم که اندازه کمی روی کمیت محوری و افزودن زیاد تعداد عناوین کار تمرکز بکنم و برعکس روی کم کیفیت کار و انتخاب کارها از من حالا چند سوژه‌ای که برای نشر آورده میشه و بعد کار کردن روی سوژه ها تا به وضعی که لحاظ فنی مورد تایید قرار بگیره و اوکی باشه منتشر بشه روی این موضوع سعی کردن تمرکز بکنم. کتاب هایی که تا به حال نشر خوانگر منتشر کرده در واقع در دو گونه هستش، کتاب هایی که آموزشی هستن و از جمله کتاب ها اولین کتاب دورا که از روی سلوم صفاتی هست و الان کتاب افتادهی شده و شامل تحمیل های برای افزایش مهارت در زندگی سفتوره و کتاب شورنگی از آقای قانون سفتوری که یک روی کرد جدید به آموزش ردیف داره که این روی متاسفانه افرادی که وارد آموزش ساز میشن رغبتی به آموختن و نواختنش نداره و به هم دلیل اسم کتاب روشن شورانگیز، یعنی شور و اشتیاق در مخاطب ایجاد بکنه برای ورود به مقصد بعدی. و گونه دوم کتاب‌هایی بودن که به نوعی موسیقی شناسانه یا موسیقی شناسی ایرانی رو در برداشتن و شامل کتاب هایی هستن که در باره موسیقی بانان ایرانی پیداشته بودن و یا در باره بیگوتی و شهرهایشون یا در باره گردوالی آثار یا شهر و تحلیل آثارشون هست که از جمعه این کتاب ها اولین کتاب چون تحلیل به انتشار منتشر شدهش کتاب زرجانه سرکردی سامانی مرسیس اجرای مجید میکنی مرسیس اجرای خود بنده است که چون صبح بخونه در دو سالانی کتاب
کتابخانه موسیقی و عنوان کتاب کاربردی در زمینه آموزش مورد تقدیر قرار گرفت و بعد کتاب برگزیده آثار رضا برزنده از آقای رامین صفایی که اولین کتابی هست که بعد از 40 سال از مرگ استاد بزرگ سنتور و استاد صاحب ضبط سنتور رضا برزنده در باره آثار این موسیقیدان و همینطور بیوگرافی و مشخصات سنتور و رضا به این استاد صاحب ضبط منتشر شد و همینطور کتاب مجموعه دو جلدی که اخیراً منتشر شده با عنوان رضا بهجوری افسونگر نغمه پرداز از آقای محمد رضا شرایطی و بنده به صورت نگارش مشترک هست و این هم باز اولین کتابی هست که در باره این ویولونیست بزرگ و صاحب ضبط که موسیقی ایرانی که در واقع آنچنان چیزی ازش نمونده نه به صورت صوتی نه مکتوب منتشر شده و در دو مجلد هستش جلد اولش در باره شهرهان و خاطرات این استاد و جلد دوم در باره متنگاری آثارش و شرحش و دیسکوگرافی شده است همه اینها همین کتاب های هم که منتشر کردم همراه با اسناد صوتی و نمونه های صوتی از نواخته های این استادان هست کتاب بررسی ساختار تصنیف های عارف فضلی هم در واقع جزء کتاب های همین نوع دومی هستش که در بررسی آثار و سبک‌شناسی استادان موسیقی ایران به قلم خانم مرجان راقب نوشته شده و در تابستان امسال هم توسط نشر خوانگر منتشر شد این کتاب در اصل پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راقب هست که در سال 92 در رشته نوازندگی ساز ایرانی ارائه شده با استاد راهنمایی جناب دکتر اسعدی که وقتی کتاب رو سال گذشته آوردن برای انتشار من لازم دیدم که یک تجدید نظرهای درش بشه و شامل مثلا تغییر در فصل‌بندی و ترتیب و توالی مطالب باز دارید بررسی علمی کار و در واقع ویرایش علمی و بعد ویرایش ادبی و بعد هم امور فنی از دیگه خب متنگاری رایانه‌ای و سطح بندی و مطالب دیگه برای ارائه پاکیزه‌تر کتاب و همینطور پایان هر کدوم از این تصنیف های مورد بررسی یک دیسکوگرافی هم تهیه شد از مجموع آثاری که بازنوازی تصنیف های عارف هستن از قدیم تا جدید و همینطور در لوح فولدری که همراه این کتاب هست گزینه ای از این بازنوازی ها ارائه شد خب من لازم است که یک مختصری در باره شهرحال و سوابق خانم راقب خدمتتون عرض کنم و دیگه بیشتر گردگی نکنم و به نام جلسه رو به شما بزنم خانم راقب در سال 1380 نوازندگی سنتور رو شروع کردن و ورودی سال 1385 کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی در دانشگاه تهران هست و در اون سال 85 و 86 مدتی پیش خود من کار میکردم برای آمادگی دروس کنکور عملی که باید میدادم برای درس ردیف و همطور سولفژ و بعد از اینم که قبول شدم برای ادات ضربی و مدتی بعد از قبولش من به حال آموزششون استمرار داشت پیش من و بعد هم خدمت آقای مهدی سیادت که یکی از شاگردان برجسته استاد فرامرز پایور هستن نوازندگی سنتور رو ادامه دادن و همینطور در دانشگاه تهران ردیف موسی عبدالله رو نزد استاد مجید کیانی قرار گرفتن و همینطور سرگردهای حبیب سماعی رو نزدشون کار کردن و از آموزه های استاد داریوش طلایی و
استاد محمد رضا لطفی هم در زمینه تحلیل ردیف میرزا عبدالله بهره‌مند شدن. ایشون با دایره معارف بزرگ اسلامی همکاری داشتن، هم در زمینه نگارش مطلب و هم در مبحث گردآوری مطالب و ویرایشش، و در حال حاضر هم خودشون مدرس درس ردیف در دانشگاه لاهیجان هستند و علاوه بر این کنسرت‌های متعددی رو چه به صورت تک‌نوازی و چه هم‌نوازی در تهران و شهرستان ها انجام دادن و در حال حاضر خودشون سرپرست گروه اناره هستند و با گروه برافشان هم همکاری دارن و اخیراً هم آلبومی از این گروه که خانم راغب هم درش نوازندگی سنتور کردن منتشر شده با نام صبح وفا. خب من میکروفون رو خانم راغب بودم و احتمال جلسه رو بهشون بازار به مشکل که به عرض من میشه. عاشق و فارغ می شد و در این هم هیچ فداکاری نداشت و زمام امور دست دست هوسش بود.
و در سیاست هم همین بود و به همین دلیل بسیار تندخو بود و خیلی همنشینی باهاش سخت بود و شاید همین نشانگر اتیان و طغیان این آدم نسبت به جریان‌های اجتماعی عصرش بود. اما شاید بهتر باشه که به قول دکتر باستانی پاریزی در جستجو کردن از زندگی عارف دست برداریم، چون که من با اعتقادمون نسبت به کار شخصی و حرفه این آدم از دست بدیم. در بخش بعد بررسی خصوصیات عارف قزوینی هست. عارف در خط همونطور که همه میدونید قزوین سابقه دیرینه‌ای در خطاطی داره و بسیاری از استادان خوشنویسی در قزوین زندگی کردن. عارف هم در خط شاگرد استادانشون خوشنویس که کافرور شاری و سرکار بود و در خط نستعلیق و شکست تبهر ویژهای داشت. و در بخش بعد شعر عارف هست که در کتاب مفصل در رابطه باهی صحبت شده. شعر عارف بنا به گفته استادان بزرگ ادبیات همچون دکتر محمدرضا شفیع کتکنی، محمد جعفر یاحقی، عبدالعلی دستگیر و غیره، به لحاظ ادبی ضعف‌های بسیاری داره، یعنی در عروض خیلی ایرادهای بسیاری بر عارف وارد است. ولی همزمان با عارف شاعرانه دیگه رو داریم که اون است که به لحاظ ادبی بسیار جلوتر از عارف بودن، همچون ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا، ولی به اندازه عارف موفق نبودن در این زمینه. چرا که عارف با تباز و با استفاده از زبان توده مردم و بر اساس نیازهای روزشون و دور از آرایه های صغیر و کلمه های صغیر، همچنین در قالب های نوتری همچون مستضاد و محمد شعر بود و همین باعث پذیرش عارف در دوران خودش بود که فکر می‌کنم بخش مفصل‌ترش رو به کتاب ارجاع کنم. و در بخش بعد موسیقی عارف هست که در جلوتر برام حرف می‌زنم. و بخش آخر سیاست. عارف در سیاست بسیار احساساتی عمل می‌کرد، خیلی زود تابع جریان سیاسی می‌شد و خیلی هم زود پشیمون می‌شد و تغییر عقیده می‌داد و همین باعث سرخوردگی‌هاش می‌شد. فصل بعدی کتاب آثار مکتوب عارف بررسی میشه. دیوان عارف، زندگی نامه خود نوشت عارف نامه هزار که در واقع در کتاب تفاوت این نسخه‌ها و چاپ‌های مختلف و سوالاشون بررسی میشه. و در بخش بعد تصنیف‌های عارف که در سه تا منبع مهم وجود داره. منبع اول دیوان خود عارف، منبع دوم کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی و منبع سوم کتاب آقای ارشد تماس که در کتاب تمام این تصنیف های هر کتاب به صورت مجزا با جدول های نمایش داده شده و سپس بین تفاوت تعداد این تصنیف ها و روایت های مختلفش بحث میشه. در فصل بعد مرور انتقادی در ادبیات، عارف به عنوان یکی از بزرگترین تصنیف سازان همیشه مطرح بوده و آثارش باها توسط هنرمندان مختلف اجرا شده. در مورد عارف کتاب ها و مقالات خیلی زیادی نوشته شده، اما متاسفانه در تمام این متون صرفاً به صرف خاطراتی از عارف بسنده شده و زندگی نامه اون. اما در هیچ کدوم از این آثار نگاه فنی و موسیقیایی به آثار عارف نشده و در این بخش من مطالعه موردی دارم به این متون. در بخش بعد در واقع روش آنالیزم رو توضیح میدم که توضیح میدم که هر تصنیف در 9 مرحله آنالیز میشه که در جلوتر برای نمونه من تصنیف دیدم سنمی رو انتخاب کردم که اولین تصنیف عارف هستش. از اونجایی که از عارف هیچ نوع مکتوب و نمونه صوتی باقی نمونده، من مبنای تحلیلم بر اساس نوت‌نگاری آقای پایبر در کتاب ردیف آوازی دوامی هست. اما همونطور که در تصویر می‌بینید دوباره نوت‌ها به صورت خیلی دقیق‌تر و جزئی‌تری آوانگاری شده. همونطور که در نوت می‌بینید پایین نوت‌ها شعر تصویر به صورت هجایی با علائم فونوتیک آوانگاری شده و در بالای نوت‌ها عددهای انگلیسی نماینگر جمله‌ها و عدد و حروف انگلیسی بزرگ و کوچک نماینگر عبارات‌ها و پریودها هستند. و اندیس ها همچون به یک، به دو، به سه و یا پرین ها، به پرین، به پرین، اینا نماینگر دگره ها و واریانت های دیگری از اون عبارت یا پریود هستند. بعد از نوت تصویر شعرش اومده و بعد از اون وارد آنالیز میشه که در واقع همونطور که در نمونه میبینید شروع تصویر فانی مداری هستش که وضعیت مدال تصویر رو مشخص میکنه. برای این نمودار نوت‌های اوج، حضیض، شاهد، دیست موقت و غیره تعیین شده و همینطور ساختار دانگی و اشل صوتی تصنیف نمایش داده میشه. در مرحله بعد در رابطه با شعر صحبت میشه که چه مضمونی داره، سیاسی، اجتماعی، عاشقانه است و اینکه قالب شعرش چیه، رکن عروضیش چیه و اینکه چه آرایه های قالبی در شعر داره و اینکه اون شعری که در تصنیف استفاده شده به نسبت اون چیزی که در دیوان ثبت شده چه تفاوت‌هایی داره و روایت‌های مختلفش چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. در مرحله بعد در رابطه با وزن تصنیف صحبت میشه و الگوهای ریتمیکش تعریف میشه. اما از
اونجایی که مستنظرید اجرای این تصنیف‌ها بر اساس ادوار ایقای نزدیکتر خواهد بود به نمونه اصلی. اما از اونجایی که مبنای آنالیز آن بر اساس میزان‌بندی اروپایی بود، از کلماتی همچون میزان‌نماهای 2، 4، 3، 4 و 6 استفاده شده. و در مرحله بعد در رابطه با تطابق وزن ملودی و وزن شعر صحبت مفصلی میشه که فکر کنم یکی از بحث‌های مهم کتاب همینه، در رابطه با پیوند شعر و موسیقی که آیا تطابق داره و یا نه. و همونطور که در تصویر میبینید، برای مثال این تصویر دو الگوی عروضی داره و سه الگوی ریتمیک که در واقع بعضی از مصرع‌ها الگوی عروضی و الگوی ریتمیک یکسانن و در بعضی از مصرع‌ها متفاوته. و عارف در اینجا خیلی از اختیارات شعاری استفاده کرده که بسیاریش به لحاظ عدد غلط هستش، ولی خب با شعر تطابق داره و بسیاری از جاها تغییر ریتمی در کلمات شعر داده که مطابق با جمله های بعدی بشه که فکر کنم این بخشش خیلی مفصل در کتاب توضیح داده شده. و در بخش بعد هر جمله به صورت جداگانه تحلیل میشه که روی هر جمله روند ملودیک، شروع جمله از ضرب خاتمات های شیز، شاهد، ایست، موقت، پرش ها، تخریر ها، حرکات سکانسوار، تکرار ها، تک تک جمله ها بررسی میشن.